این شخص ناصرالدین شاه از بخت بد مردم ایران دقیقاً 50 سال حکومت کرد. القابی مثل سلطان صاحب قران و قبله عالم را هم به او بسته بودند و یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران را رقم زد. ناصرالدین فرزند ارشد محمد شاه قاجار نبود، ولی از آنجایی که آدم خوششانسی بود، دو برادر بزرگترش در زمان حیات محمد شاه مردند و ناصرالدین شاه به عنوان جانشین محمد شاه به پادشاهی رسید. وقتی محمد شاه قاجار در 41 سالگی بر اثر نقرس مرد، کشور دچار هرج و مرج شد. حاجی میرزا آقاسی وزیر محمد شاه هم که باید تا رسیدن ولیعهد یعنی ناصرالدین شاه از تبریز به تهران کشور را اداره می کرد، توانایی این کار را نداشت و مملکت داری را رها کرد و به حرم شاه عبدالعظیم رفت و در آنجا بست نشست. این وسط تا رسیدن ناصرالدین شاه به تهران، مهد اولیا زن محمد شاه کشور را اداره کرد. بالاخره ناصرالدین شاه با همراهی میرزا تقی‌خان امیر نظام که بعدها لقب امیر کبیر گرفت، خودش را به تهران رساند و به تخت سلطنت نشست و امیر کبیر هم به عنوان صدر اعظم برگزیده شد. در همان اول کار، امیر کبیر شروع به بازسازی ارتش و گسترش صنعت اسلحه سازی در کشور کرد. سپس القاب عریض و طویل درباری را از کاخ نشینان گرفت. بعضی از آنها بابت این القاب پول مفت هم می گرفتند. امیر کبیر جلوی رشوه خواری و رشوه گیری و فسادهای درباری و حکومتی ایستاد و حقوقهای نجومی شاهزاده ها و درباری ها را قطع کرد. در امر کشورداری به ساخت و ساز و تعمیر خیابان ها و میادین و کاروانسراها و حمام های عمومی پرداخت و وضعیت آب آشامیدنی مردم را بهبود بخشید و دانشگاه دارالفنون را برای پرورش نسل جوان احداث کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه، نوشته رضا دهقانی، و کتاب دوم، تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه، نوشته محمود حکیمی. در سال 310 قمری بیماری وبا از بادکوب به تهران میرسد که 70,000 نفر از جمعیت تهران را میکشد، از جمله عفت الدوله خواهر ناصرالدین شاه و عصمت السلطنه. تهرانی ها 10 روز محرم را به ابن بابویه و شاه عبدالعظیم و امامزاده حسن و امامزاده اهل علی متوسل می شوند. شب تا صبح بست می نشینند و عزاداری می کنند و تعداد فوتی ها هر روز بیشتر می شد. از پامنار و ناصریه در محرم آن سال روزی 200 تا 250 نفر از وبا می مردند. اموات کشتار وبای آن سال را بی تابوت بر الاغ گذاشته و به قبرستان می بردند و بی لوازم کفن و دفن رها می کردند. یک جهانگرد انگلیسی می نویسد میرزا حسین علی فرمان فرما حاکم شیراز فرار کرد و تنها امیر کبیر بود که در روزنامه به مردم خبر داد که این مرض از عفونت و کثافت سرایت می کند و دستور داد معابر را ضد عفونی کنند. این جهانگرد در ادامه می گوید گمان ندارم زندگی کسبه و تجار ایران به هم گرفته شود. برنج و نان بسیار گران است و مال و تجاره ای بار نمی شود. هیچ پولی نیست. شاهزاده امان الله میرزا نوه فتلی شاه در دست نویس خود نوشته است ناصرالدین شاه به دعا و تلسم واقف بود و اعتقادی به درمان و دارو نداشت و اهل حرم خود را با دعا و تلسم ضد وبا مسون نگه داشت. امین الزرب در خاطرات خود می نویسد این تلفات همه از ناخوشی وبا نبود،
مردم ایران ناخوش و آماده بودند که این چنین زیاده مردند. دیشب با دوستی می گفتیم که این مردم دلشان می خواهد که زیاد بمیرند. مردم ایران ناخوشند، همانطور که پیش از ما بودند. مالکین و ثروتمندان از ترس وبا به شهرستانک و تجریش و قم فرار کردند و فقرا شب تا صبح به سینه زنی و عزاداری پرداختند. انگار که فهم حکام و ملت بعد از قرنی سپری شدن سر سوزنی تغییر نکرده است. روزنامه وقایع اتفاقیه هم به دستور امیر برای آگاه شدن مردم از وقایع مملکت منتشر شد. این اقدامات به سود ملت و به ضرر درباری ها و مفتخورها بود. خلاصه که جماعت مفتخور دست به دامن مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه شدند و مهد اولیا هم که خودش زخم خورده اقدامات امیر کبیر بود آنقدر زیر گوش شاه خواند که شاه به امیر بدگمان شد و دستور داد او را بکشند. پس از قتل امیر کبیر کشور که مدت کوتاهی بود که به سمت پیشرفت حرکت می کرد مثل تمام تاریخ 1400 سال اخیرش متوقف شد و شروع به درجا زدن کرد. میرزا آقاخان نوری صدر اعظم شد. کشور دچار بلوا شد. چند نفر از بهایی ها به جان ناصرالدین شاه سوء قصد کردند که متاسفانه موفق به کشتن شاه نشدند. ناصرالدین شاه بنابر وقایعی که از حوصله این ویدیو خارج است با بریتانیا به مشکل خورد. سفیر بریتانیا هم پرچم سفارت بریتانیا در تهران را پایین کشید و روابط دو کشور کاملا قطع شد. ناصرالدین شاه که هنوز تا این زمان با محک جدی مواجه نشده بود، لشکری به فرماندهی عمویش به سمت هرات فرستاد که در ظاهر بخشی از ایران ولی در عمل زیر نفوذ انگلیس اداره می شد که بی نتیجه ماند. سپس دست به دامن ناپلئون سوم و آمریکا شد تا با برقراری روابط با آنها در مقابل انگلیس متحدی به دست بیاورد که باز هم تلاشهایش در نبود افراد کاردان و کاربلد بی نتیجه ماند. بریتانیا تمام جنوب ایران از خارک و بندرعباس تا بوشهر را تسخیر کرد و به شاه پیام داد که فقط در صورتی حاضر است جنوب را به ایران بازگرداند که ایران از ادعای حکومت بر هرات و اطرافش چشم پوشی کند. ناصرالدین شاه هم که دید توان مقابله ندارد و با خزانه خالی نمی شود با بریتانیا جنگید، مجبور شد با گردن کج پای میز مذاکره بنشیند و معاهده پاریس منعقد شد و تمام افغانستان برای همیشه از ایران جدا شد. ناصرالدین شاه سه بار به اروپا سفر کرد. بار اول به پیشنهاد صدر اعظم جدیدش میرزا حسین خان سپهسالار که مایل بود تا شاه با دیدن اروپا عقب ماندگی ایران را باور کند، عازم فرنگ شد. قصد سپهسالار از این سفر این بود که شاه با چشمان خودش اروپا را ببیند و به عقب ماندگی ایران پی ببرد. در این سفر شاه از روسیه، آلمان، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و اتریش دیدن کرد. در این سفرها شاه از انواع مجالس رقص و تئاتر و اپرا دیدن کرد و با دیدن زندگی اروپاییان متوجه عقب ماندگی و بدبختی عظیم ایران شد. بعدها دوباره دیگر نیز به اروپا سفر کرد. ماحصل این سفرها در آینده ایران بسیار مهم بود، چرا که باعث شد تا تفکر مدرنیته به آرامی در میان برخی از روشنفکران ایرانی جرقه بزند. از سفر اول ناصرالدین شاه دستگاه‌های ضرب سکه، زرابخانه‌های ماشینی و مقدمات چاپ نخستین تمبرهای پستی نصیب ایران شد و مهمترین دستاورد سفرهای بعدی تأسیس سازمان پلیس و تشکیل نیروی قزاق بود. تا
تاریخ 50 ساله سلطنت ناصرالدین شاه پر از فراز و فرودهای پی در پی است. از علاقه به اصلاحات و تمایل به فعالیت‌های فرهنگی مثل عکاسی و خاطره نویسی تا دادن خاک کشور و انعقاد قراردادهای عجیب و غریب مثل قرارداد رویترز که صحبت از همه اینها از حوصله این ویدیو خارج است. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد. در سال 1275 هجری خورشیدی، هنگامی که در تدارک مقدمات برگزاری جشن 50مین سال سلطنتش بود، توسط میرزا رضای کرمانی که از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی بود، در حرم شاه عبدالعظیم شهر ری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از مرگش قاجارها به او لقب شاه شهید را دادند. ناصرالدین شاه در همان مرقد شاه عبدالعظیم دفن شد. این شاه پرحاشیه بعد از مرگش هم دچار حواشی زیادی شد که کوتاه اشاره می کنیم. برای قبر شاه یک سنگ قبر بی‌نظیر توسط استاد عباس قلی حجار ساخته شد. این سنگ در اصفهان ساخته شد و با مشقت به شهر ری منتقل شد. استاد عباس قلی حجار سالها بر روی این سنگ مرمر کار کرد و آخر سر موقع دادن دستمزدش سرش را کلاه گذاشتند و او از قصه دق کرد و مرد. قبر ناصرالدین شاه در حرم عبدالعظیم دقیقاً در راهروی بین بارگاه عبدالعظیم و بارگاه امامزاده حمزه قرار داشت. بعد از انقلاب سال 57، زمانی که خلخالی دستور تخریب مقبره رضا شاه را می‌دهد، پس از تخریب آن دستور می‌دهد قبر ناصرالدین شاه را هم تخریب کنند. پس از تخریب محل قبر ناصرالدین شاه موزاییک کشی می‌شود. تا سالها همه فکر می‌کردند سنگ قبر مرمر بی‌نظیر ناصرالدین شاه که شاهکار حجاری بود در جریان این تخریب منهدم شده، ولی بعد از چند سال مشخص می شود چند نفر که عقلشان درست کار می کرد قبل از تخریب قبر ناصرالدین شاه سنگ قبر را برداشتند و مخفی کردند. سالها بعد که خلخالی از قدرت کنار گذاشته می شود، این سنگ به میراث فرهنگی تحویل داده شد و آنها هم سنگ را به کاخ گلستان منتقل می کنند. این سنگ قبر الان در کاخ موزه گلستان در محوطه‌ای که به اسم خلوت کریم خانی مشهور است قرار دارد.